در قیمت همونقدر که قیمت نان اهمیت داره در جامعه، قیمت کتاب هم اهمیت داره. یعنی دولت باید فکر اساسی بکنه و مردم کتاب بخونن. بدون کتاب ما تقریبا در جا میزنیم به زندگی روزمره. ببینید، ما نسلی بودیم که در یک دوره خاص مبارزات سیاسی در سرتاسر دنیا روبرو شده بودیم و اون مبارزه مارکسیسم لنینیسم بود با سرمایه‌داری غرب. خب ایدئولوژی مارکسیسم مثل هر ایدئولوژی دیگه فقط خط خودشو قبول داشت و خطوط دیگر رو پس میزد، محکوم میکرد. فقط اون چیزی که ایدئولوژی خودش میپسندید. ایدئولوژی خودش به قول خود چون پرولتاریا بود، طبقه پرولتاریا بود. و اگر شما رمانی مینوشتین که از زندگی پرولتاریا و فقر و بدبختی و مبارزات کارگری بود، شما روشن فکر بودین، تایید میشدید. اما اگر نه، شما در ادبیات کار میکردید و مردم آثار شما رو صرف نظر از ایدئولوژی میخوندن، سعی میکردن یا نادیده بگیرن یا وقتی میدن یه نفر خیلی موفقه بهش حمله میکردن. و خب عملا این ایدئولوژی حالا در نسل شما شکست خورد و دیگه از اون نوع افکار در دنیا نیست، ولی متاسفانه دنبالهاش هنوز در ایران هستن. کسانی که اینجوری فکر میکنن، یعنی با تحولات جهانی هماهنگ نشدن، هنوز تحت عنوان نویسنده روشنفکر فقط دنبال اینن که یه طبقه خاصی، یک گروه خاصی خواننده داشته باشن. و طبعا وقتی یک نویسنده در تمام گروه ها خواننده داشته باشه براشون غیر قابل تحمله و همون حملات رو میکنن. عامه پسند، من همیشه گفتم اگر عامه پسند به عنوان این است که مردم کتاب یک نویسنده رو قبول دارن و همه میخونن، حافظم عامه پسند. شما تو هر خونه ایران یک کتاب حافظ میکنن، کتاب منتشر میشه، یا مردم استقبال میکنن یا نمیکنن. اگر نکنن دیگه منتشر نمیشه، اگر بکنن در تیراژ میلیونی میره تو کتاب فروشی ها. این مشکل، حالا من چون نویسنده بودم که در اون دوران جوان ها آثار من رو میخوندن و در همه جا کتاب های من بین تمام طبقات میگشت، طبعا بیشتر مورد حمله قرار میگرفتم. سال 55 بود، یه روز به من گفتن که یه ده دانشجو بخوان با شما ملاقات کنم. گفتم ایبی نداره. وقتی اومدن گفتن آقای اعتمادی ما آمار گرفتیم، مجله شما خیلی فروش داره. حتی میز جلوی دانشگاه تهران وقتی جوانان میاره 2500 تا جوانان میاره و همش میره، اما مجلات روشنفکری روی 100 تا و 150 تا و 200 تا. به همین جهت اومدیم بگیم که شما چرا داستانهای درباره فقر و بدبختی جامعه نمی‌نویسید. البته من با این نظرشون موافق نبودم که جامعه در حال حرکت بود، اما به اونا گفتم که ادبیات سیاسی یک عمر کوتاه داره در کل تاریخ جهان. متاسفانه جامعه ما چه اون روز، یعنی 60 سال پیش، چه امروز، جامعه هنرمندان و نویسندگان ایران
دوچار یه نوع حسادت حرفه‌ای است. به محض اینکه یک نویسنده به هر حال به قول معروف گل میکنه و مردم کاراشو میپسندن میکنن، به نوعی سعی میکنن اونو از رد خارج کنن. حوادث سال 57 اتفاق افتاد، من تا یک سال و سه ماه بعد از سال 57 هم سردبیر بودم، چون من یک روزنامه نویس حرفه‌ای بودم. ببینید، من اولین کارم روزنامه نویسی بود و آخرین کارم روزنامه نویسی و داستان نویسی. نه هیچ وقت کارمند دولت بودم، نه با سازمان‌های دولتی ارتباط داشتم، نه تعریف میکردم، نه مجیز میگفتم. اگه خبری هم چاپ میکنم، خبر روز بود. خبر روز رو همه چاپ میکنن، تا روزنامه های دنیا، حتی اگر با اون خبر مخالف باشه. اولا به شما بگم، من هیچ وقت اولا از این موضوع ناراحت نبودم، چون همین الان من به هر جا میرم، به هر نقطه ایران که میرم، به محض این که میفهمم من اومدم اونجا، سیل آدم ها را میفتم. از مرد و زن 70 ساله تا 20 ساله. خب این چه لذتی بهتر از این که با آثار شما خاطره دارن؟ چند خاطره دارن. مجله جوانان رو 14 سال منتشر میکردید، درست؟ 13 سال. تیراژش چقدر بود اون موقع؟ ببینید، اول باید بگم که چرا ما مجله جوانان منتشر شد. من در کار روزنامه نویسی از خبرنگاری شروع کردم، چند سال خبرنگار بودم، بعد شدم دبیر بخش فرهنگی و هنری و دانشگاهی در روزنامه اطلاعات، و بعد شدم معاون سردبیر. در اون دوره یک نهضتی در سر تا سر دنیا به وسیله جوان ها شکل گرفته بود. مثلا در اروپا به اینا گفتن هیپی. این جوان ها برای اولین بار میگفتن که ما حالا میخوایم با جامعه بزرگتر صحبت بکنیم، نه اینکه جامعه بزرگتر هرچی گفت ما گوش بدیم. یک روز به این فکر افتادم که خب حالا ما باید حرفامون رو بزنیم، و این کتاب تویست آنم کن محصول همون گروهی بود که خودم اداره میکردم و توش بودیم و شلوغ میکردیم و همه جا رو به هم میریختیم و حرفای تازه میزدیم. و این حالت سبب شد که مؤسسه اطلاعات متوجه بشه، به خصوص هم خب اینا متوجه شدن که رومان هایی بودن جوان ها میخرن، اینا روی من بیشتر کار کنن، و حتی میگم در سنین کم من شدن معاون سردبیر کن. جامعه ایران هم به علت حالا تعلیمات مذهبی و هم سنن اشتباهی در جامعه ایران، عشق چندان جایی نداشت. عشق رو با دیوانگی هماهنگ میدیدم. و من یادمه کوچیک بودم، مثلا 10 سال 12 سال بود، مادرم با همسایه صحبت میکرد، گفت آره پسر فلانی عاشق شده بعد دیوانه شده. یعنی عشق و یه نوع دیوانگی میدونست. جنون. من یکی از کارهایی که حالا تو زندگی روزنامه نویسی خودم بخواد افتخار میکنم اینی که عشق رو به صورت یک پدیده معنوی انسانی و سازنده
معرفی کردم به جامعه. بسیاری از خانمایی که مدن تن آقای اعتمادی، ما با کتاب شما عشق و شناختیم و با کتاب شما عاشق شدیم و با کتاب شما ازدواج کردیم. من نظیر اینو بارها نه تنها در تهران، در شهرستان ها گاهی سفر کنم به شهرستان ها، وقتی اینا میفهمن من اومدم میان دیگه، یا رو مثلا رئیس برق مثلا مازندرانه میاد بیا آقای اعتمادی من این کتابات خوندم حالا آوردم برام امضا بکنی. حالا کتابی که قبل از انقلاب خریده، ما دو نوع روزنامه نویس داریم در ایران گذشتم همینطور. روزنامه نویسی که در روزنامه کار میکرد ولی یه شغل دولتی هم داشت، دو ساعت هم میومد روزنامه این کاری میکرد، سه ساعت کار میکرد، یا به اتکای این که در روزنامه کار میکنه به محل مأموریت دولتیش نمیرد. من از روز اولی که بعد از تشکیل گلوس خبرنگاری من جز قبول شدگان بودم، تصمیم گرفتم که روزنامه نویس حرفه‌ای باشم. هیچ وقت به این حواس نبودم یه شغل دیگه داشته باشم یا به یک جای دیگه نظر مالی تکیه داشته باشم، و خیلی هم حسابم درست بود. زمانی رسید که مجموع درآمد من از همه کادر روزنامه اطلاعات بالاتر بود. به روزنامه نویسی حرفه‌ای خودم وفادار بودم، تمام زندگی من روزنامه بود. شاید من دوبار ازدواجم به هم خود به خاطر روزنامه نویسی و گرفتاری های روزنامه. این حالت الان من نمی بینم که یک کسی فقط درآمد چه روزنامه باشه، آچار یه درآمد دیگه. ولی اعتقاد من هنوز هم این است که روزنامه نویس باید حرفه‌ای باشه. من با آقای دعایی وقتی یک سال و سه با منم تو سردبیر بودم با من صحبت کرد که من مجله باید تغییراتی بکنه، گفتم ببینید آقای دعایی من روزنامه نویس حرفه‌ای هم. آقای مسعودی هم در کار مجله من دخالت نمی کرد. شما هم همینطور نباید دخالت بکنید. مجله‌ای که من دارم مطابقه با مجلاتی است که در دنیا منتشر میشه. روزنامه نگاری یه حرفی است. اگر نمیتونید حفظ کنید من میرم. و من اومدم بیرون. بازنشسته شدید؟ نه. حالا حق و ما را ندادند. نه کار نه. اون یه مسئله دیگه است که اصلا جاش اینجا نیست که صحبت کنید. چه مشکلاتی برای من درآمد کردن، ولی کار نکردن. من برای نوشتن رمان باید میدیدم، باید با قهرمانان داستانم صحبت میکردم، بعد قصه رو پیاده میکردم. خب جریان ساکن معلقم و ایشون گفت که من سه ماه اونجا با چه خطراتی روبرو شدم، ولی اصلا برای مهم نبود. 22 ساله بودم، خیلی هم کل شد، ورزشکار و ترسی نداشتم. یا نوع دیگه یادم از که خبرنگار من در آلمان یه خبری فرستاد که یه پسر آلمانی به خاطر یه دختر ایرانی دست به خودکشی زد. و برام جالب بود چون اون موقع دخترهای ما که میرفتن اروپا بیشتر عاشق چشم ابروی آبی و موهای طلایی پسرها می شدن تا اینکه یه پسر آلمانی عاشق یه دختر ایرانی می شد. زنگ زدم به خبرنگار گفتم دختر رو می شناسی؟ گفتم پس من تعطیلات نوروز میام آلمان و می خواهم این دختر رو ببینم. و یعنی بلند شدم رفتم آلمان که با این دختر صحبت بکنم و بعد رمان شب ایرانی من نتیجه این سفر بود. یعنی من برای سوژه هام سفرهای طولانی میکردم، سفرهای خطرناک میکردم،
این کار اون موقع خیلی تازگی داشت. نمیدونم حالا نویسنده ها چی کار میکنم. من برای اولین بار عرفان ایرانی رو وارد رمان روز ایران کردم. خب میدونید که عرفای ما که اغلب هم مال 500-600 سال پیش، 1000 سال پیش هن، تقریبا جز یه مقدار نصیحت چیزی نگفتن، یعنی راه نشون ندادن که شما چجوری میتونید در عرفان برسی به اونجا که با بقای بلا بشید. و من همیشه دنبال این قضیه بودم، مخصوصا در دوره این که من خانه نشین شدم، این علاقه که به عرفان داشتم شروع کردم مطالعه کردن. و اولین کاری که توی زمینه کردم در همین داستان عامی عشق بود که یک چهره عرفانی گذاشتم و خیلی هم استقبال شد. بعد از اون که من همکاری با روزنامه اطلاعات قطع کردم و اومدم خونه، حالا اون موقع هم فضا فضایی بود که یه عده آدم های دست هشتم که هیچوقت میدان پیدا نکرده و برای اینکه خودی نشون بدن، اینا انجمن هایی درست کرده بودن در مؤسسات مختلف از جمله در روزنامه اطلاعات، و اینا ورداشه یه چیز عجیب غریبی رو به من نوشتند و که پرونده برای من تشکیل دادن. و من 13 سال ممنوع القلم، ممنوع الخروج، ممنوع النفس و هم در آپارتمان خودم زندگی میکردم و اینقدر عصبی بودم که یک کلمه نمی نوشتم. یعنی 13 سال من مطلقا هیچی ننوشتم. حقوق بازنشستگی داشتید؟ نه هیچ نداشتم و با زندگی بخور نمیر زندگی میکردم. متاسفانه به علت تغییرات دولت ها اغلب من گرفتار سانسور هستم، گرفتار ممیزی هستم. من مجموعاً 42 رمان نوشتم ولی الان مجموع رمانایی که از من منتشر میشه 7-8 تا بیشتر نیست. خیلی جالبه که رمانایی که تو اون دوره اجازه چاپ دادن بعداً اجازه چاپش رو لغو کردن. من آدمی نیستم که برم به این متوسل بشم، به هر حال حالا قاچاقچی ها چاپ میکنن، منم آرزو دارم که مردم بخونن کتاب. حالا به محق و تعریف نمیدن. این چاپ دومش منتشر شده دیگه؟ بله، این چاپ دومش 105,000 تومان قیمت، خیلی زیاده. ولی چیکار کنم، من که کاغذ که من 600 صفحه هم هست، این که اگه علی رمان باشین، من متاسفانه ندارم که به شما بدم، این بالا آرشیو همه به الا میدادم. ولی من یه دونه این سلطان سابلان که گفتم این رو به شما میدم که همه تو بخونید. بد نیست، همون کار عرفانی است که سفر عشق سلطان سوبانو که مفصل در بارش صحبت. اینو حداقل واسمون امضا کنید.